سلام دوستان، از بازارتون بخیر، خوش آمدین به برنامه آشپزی. امروز با شیرین میخوای غذای آماده بسازه که بسیار وقت پیش باید آماده میساخت. شاید شما هم بفهمین که کدام غذا هست، کیچیری میخوای آماده بسازه که مهمان ما از میان داخل استودیو هستن. با شیرین متوجه باید باشی. هستم متوجه هستم. با تقدیم سلام خدمت شما عزیزا. امروز نوبت مو کیچیری که تقریبا چقدر وقت پیش نمیفهم که وعده کرده بودم که برشان آماده میسازم و امروز میخوام که آماده بسازیم و مهمانم گفته بهش جان که از صبح که دمیستیدی شش تا حال میگه از اینجا مشهور نمیخورم. البته آخر برنامه با ما خاط بودن به خاطر اینکه کیچیری که برشان آماده میسازین بس شما میخواین تشکری بکنن و در ضمن از کدام توفان فکر کنم برتون میارن. توفان؟ آه من میگم غالمغال نکنه، توفیش خیر است. خب خوش عزیز... میشه به خاطر اینکه غذایی که خواسته بود برش میخوایم آماده بسازی. بله خب خوب شد که امروز آمد و خوب شد که ما امروز غذایی که مورد علاقش هست او را آماده میسازم و ما امروز کارم زیاد است، مواد لازم برای شما میگم و شما بعد از خب ما فکر بشیرون پیاز گرفتی، حتما از مواد لازم صرف نظر کردی. نه از مواد لازم صرف نظر نکردی، مواد لازمی که ضرورت داریم برنج، ماش، گوشت کوفته، پیاز، سیر، چیکن کیوب، بادنجان رومی و قروت بوتلین. رو به هدیه میتونین که به خاطر اگر شما کوفته میخواستین آماده بسازین در کنارش میتونین از رو به هدیه استفاده کنین. رنگ بسیار خوب میده بر غذا و به آسانی باز میشه. امروز بشیرون قدر بر خطا است که رو به بیخی فراموش کرد. بشیرون تو نشه که باز کل دیگه به صاحب اصلیش بتی، ما اینجا بانیم. ما هم قسمی که اونا عروس کیچیری میگفتن اما تو دل ما هم به کیچیری میشد. خب فکر میکنم در استودیو دل همگی به کیچیری میشد. دی گرمی ما خواستم امروز آماده بسازم. خب میگن که دیگه بخار خودت جور کردی یا بردیش پیش دیگ ساز؟ نه یک دیگه دیگه گرفتیم، از دیگه دیگه میخوایم استفاده کنم. خب اینجا دیگه است، داخل دیگ روغن اضافه کردیم و گاز هم روشن کردم. تا گاز روشن میشه پیاز میده میده میسازم و باید که پیاز داخل روغن سرخ کنم. اول مواد کوفته را آماده میسازم، کمی آب بندازم به شکل کوفته باطنی آماده میسازم. خب چی میگن بشیر جان؟ امورا کلولی فکر کنم میگن، خرد خرد که میباشه. بله به شکل کلولی میباشه. اول میخواین که از کوفته شروع بکنین، از کلولی منظورم؟ بله باید که اول از کوفته شروع کنم تا آماده شوه و در قسمت هم آب جوشی که ضرورت دارم. امروز دیگه کار تان زیاد است اینه. و همچنین دوستان عزیز در جریان برنامه با ما میتونید به تماس شوین. بشیر جانم غذایی که شما میخواین، مشکلاتی که دارین به سوالاتون جواب خواهد دادن و در ضمن ازی به سوالات شما جواب میتونید، غذایی که میخواین در جریان برنامه آینده براتون خواهد آماده کردن. کیچیری که آماده شد دیگه فکر میکنم کار هر غذا باشه. نه همه شما آماده میشد ولی هر غذا نوبتش. خب میگن یگان تو بشیر جان یک چیز هست میگن کس تاله نداره. خود خبر شده که بخار رفتی خریداری کردی و نمیفهم بعضی چیزا دیگه که ضرورت بود، اما او تاله خودش است که دیگه بخار خراب برآمده بود. بله هم تاله خودش است و این دیگه بخار من تا حال استفاده نکردم. اولین دیگه بخار است که من باید که اولی بار است که من داخل استفاده میکنم. به خاطر من نمیفهم که جور است خراب است، ولی جوری خرابیش دیگه بعد از که برنج انداختم داخلش معلوم میشه که جور است. چی گپ است داخل دیگ آماده میشه صحیح؟ یعنی در ضمن از برنجی که میخواین به خاطر امی شوله کیچیری استفاده بکنین، از کدام برنج باید باشه که خوبتر آماده شوه؟ هر برنجی که باشه، برنج شوله باشه هم میتونیم آماده باشه، برنج پلوی باشه هم میشه. ولی من میخواستم که امروز هم با برنج پلوی به شکل شوله آماده بسازمش. ولی برنج شوله یک خوبی داره که وقتی آماده میسازیم زیادتر لبدار میشه و من میتونم که هم با برنج پلوی لبش آماده بسازیم. یعنی که آبش زیادتر باشه و زیادتر باید نرم شه همونطور است؟ بله. و وقتی که پیاز انداختیم باید که کاملا سرخ شه و بعد از او آب، بعد از او دیگه موادی که ضرورت داره همش اضافه میکنیم تا فرمه کوفته آماده شه. بله و ای البته اول برنامه شوخی کردیم که بشیر جان میخواد این غذا را به یونس جان آماده بسازه. تقریبا یونس جان زیاد پیشنهاد کرده بود که بشیر جان آماده بسازه. خب تا که دل بشیر جان نشد آماده نشد. امروز گفته خودشان نفهم که از پالی راست بداشت اپنا بازو شنبه است، خواستن که غذا را آماده بسازن. یک غذای افغانی دوستاییدید که اکثرا شما شاید در خانه آماده کرده باشه و دوستای ما که در ساختن این غذا مشکل دارن دقیق باشن تا که مشکلاتشان حل شد و بتانن که به خوبی یک کیچیری بسیار خوشمزه آماده بسازن. اما پیاز شما وقتی که میخواستین دو سایز میده بکنین مثل بشیر جان مستقیم وقتی پوستش کردین میده نکنین، داخل یک کاسه آب بانین تا که گیرانه شما نبره.
فایده داره، بسیار فایده داره برای چشم کسایی که میخوان. اما اینکه بشتون در خانه استفاده میکردی یا برم روی خود میآوردی؟ خب برای چشم فایده داره دیگه، صبر نیست کنه. میگن یک دوست بشتون اون قصه که نمیفهم تا کجا یه گپ حقیقت داره. میگن از اون کلاهی که بالای موتورسیکل میشینه به خاطر ایمنی بودن میپوشن، میگن داشت پس خانه گان و خزو کلاه استفاده میکنی. چرا؟ ها امرا دوستان میگه برشون به میشکل میشه، چرا که نگه که تو خون پس جنگی میشه چطور؟ شاید کمی یک گپ باشه، ولی رو شوخی کردن امرایت تو گپ نیست؟ خوی مبالغه بوده کلش. مبالغه است، مبالغه. اما شکم نیست که راست باشه. خاطر اینکه یک دفعه دوستایز وقفه میریم بشه جان روزه که خوشخوی باشه یا تو برا با اگه زردک باشه سیر باشه کانفو میکنن که من بیخه ایران میمانم. خب یکان وقت مجبور میشین داشت باز خانه. وقتی که در خانه زیادتر کسایی هستند کار میکنند، یک غذا بسیار خوشمزه آمده بسازند، یک دوستشان وقتی که بالای سرشان بیان و از او غذا یک بار دست بندازن چیزی نگه، دو بار دست نندازن دفعه سیم بار میکنند. دست شب باعتم را با کارت خطا کتا متونست؟ نه خطا خونه کنیم، شاید بش باعتر شوخی وار میکنند سرش دیگه. ما از محبت زیادم دوستایم که هستن همراهشان کمی خو خوب است همیشه هم تو عمرشان خوش باشی که وقت نشه که باز گلگی کنی از بشن. دوستای بشیران داخل دیگ سیر اضافه کردنم را با پیاز و روغن. همچنان امروز برتان معلومات آماده کردیم راجع به فواید سیر که چقدر سیر فواید داره و تا چی اندازه باید استفاده کنیم، چی کسا باید سیر استفاده بکنن. این بخش رو با هم تماشا میکنیم، برمیگردیم با ما باشیم. فواید سیر برای بدن. سیر برای سلامت قلب مفید است و با انواع بیماری های قلبی و عروقی مقابله می کند. به گزارش تبنا، سیر به دلیل دارا بودن خواص بسیار کاربرد دارویی نیز دارد. این گیاه خاصیت ضد باکتریایی، ضد ویروسی و ضد قارچی دارد. مصرف کم سیر در پایان دوران بارداری باعث افزایش وزن جنین می شود. سیر برطرف کننده سرفه، سرماخوردگی و گرفتگی سینه است. با عفونت مجرای گوارشی مقابله می کند و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. برای افرادی که مبتلا به پرکاری تیروئید هستند مفید است، زیرا که منبع عالی آیودین است. ویتامین سی موجود در آن برای درمان بیماری اسکوربورت، نوع بیماری خونی ناشی از کمبود ویتامین سی مؤثر است. سلفر و سلنیم در آن مانع از بروز تومور می شود و در صورت ایجاد تومور اندازه های آن را کاهش می دهد. خاصیت مسکن آن دندان درد را درمان می کند. با بالا بردن میزان انسولین قند خون را تنظیم می کند. سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند. آنتی اکسیدان قوی موجود در آن رادیکال های آزاد را که باعث پیری و بیماری می شود خونسا می کند. با رقیق کردن خون مانع از لخته شدن خون می شود و در نتیجه احتمال بروز سکته را کاهش می دهد. خاصیت ضد التهابی دارد. سیر خام حاوی از آنتی بیوتیک های طبیعی به نام اسیلین است و باکتری های مقاوم را که باعث زخم معده و سرطان معده می شود از بین می برد. عفونت های تنفسی را درمان می کند. برای تسکین دندان درد سیر خام را روز چند بار روی لثه و دندان بمالید. سیر کوبیده شده را روی سول قرار دهید تا از بین برود. برای درمان سینوزیت چند ها سیر کوبیده شده را در مسکه تفت دهید و با نان میل کنید. روزانه مخلوط از آب 8 تا 10 حب سیر و 2 قاشق غذاخوری عسل میل کنید تا سرفه های بی‌وقفه را تسکین یابد. 10 قطره آب سیر همراه با 2 قاشق مرباخوری عسل آسم را درمان می کند. 1 حب سیر را میده کرده و با کم آب میل کنید تا نفخ، یبوست و درد معده برطرف شود. با شما هستیم دوستا، خوش آمدین به ادامه برنامه. شما هم دیدین که سیر فواید بشمار داره، از جمله ای که مقاومت وجود بالا میبره. پس کوشش بکنیم که در برنامه غذایی خود از سیر و پیاز استفاده کنیم، به شرط از اینکه زیاد سرخش نکنیم. البته تمام سبزی که ما استفاده میکنیم بیش از حد اگر سرخ شوه ویتامینی که داره از بین میره. خب بشی جان، گپ کیچری به کجا رسیده؟ گپ کیچری تا جور کردن است و قسمی که برای شما پیشنهاد گفتن که رو به حدیه، واقعا که مزه خاص داره، بسیار رنگ بسیار مقبول داره و هر غذایی که ما خواسته باشیم میتونیم با شکل خوب آماده بسازیم. باز کردنش هم آسان است و به این شکل وقتی باز کردیم میتونیم که از این رو در هر غذایی که خواسته باشیم استفاده کنیم. مثل که ما میخوایم که حال یک قرمه بسیار خوشمزه برای کیچری آماده بسازیم، البته برای کوفته کیچری. بله، کوفته کیچری هم کمی باید قرمش لبدار باشه. با اندازه کافی است.
خب داخل دیگ پیاز انداخته بودیم، پیاز کمی کردن خود تغییر داد و به خاطر که من یک بار گوشت همراه با مواد یجی همیشه کاملا بخار میتونم و نرم میشه و خود نرم میسازه خوشمزه هم میسازه، گوشت انداختم و گوشت هم میخوام که همراه با برنج و کچری یک جا آماده بسازم، به شکل مخلوطش میکنیم و این دیگم پیاز است همراه با بادمجان و می سیر یک جا مخلوط کردیم، کمی مسالا هم انداختیم و به شکل کمی که مخلوط شد. اینم راستی که میمان میه بشه جان، میمان وقت آمده بود. وقت چیشتم جا منتظر است که چی وقت آماده میشه. خب کمی که دیگم پیاز سرخ شوه و یک دانه کیوب هم داخلش اضافه میکنیم و ایچه یک خب این از قرمه کچریست که آماده شده و خود شوله است دیگه. بله خب این دیگه بخار خود شوله است و دیگه که دیگه بخاطر کوفته است. یک کوفته بسیار خوشمزه، بسیار خورترک خورترک آماده میسازیم و این را نسرخ میکنیم، نه داخل روغن مندازیم و نه داخل داش، به اون شکلی که در هر خانه وطنی آماده میسازن ما میخواییم که آماده بسازیم. امروز کل غذا به شیرون کاملا مثل دوست عزیز وطنیست، اما به شیرون یک چیز دیگر فراموش کردی کاملا بسازی، یک سالات افغانی. خب اگر وقت داشتیم امکان داره آماده شود. اگر وقت داشتیم امکان داره که آماده کنم، اگر وقت نداشتیم فرق نمیکنه. وقتی که با سالاتش پسان نوشون کنم، وقتی که کچیری رو نوشون کنیم بعد از سالاتش رو میکریم اتوری خوب میشه. اما اگر امو کدام گوری هم آورده اینه در بشقاب تزینش میکنیم چیره؟ شوله و کچیری رو داخل پتنوس دیگه سایست مقصد امی مهمان ما شاره داره میگه ده هر چیز تزین میکنین فرق میکنه، تو میگه میتونه داخل دیگه بخار بشه. مالا دیگه یه رقم شب خو من دیگه بودم واقعا که علاقه زیاد دارم، مگه من از اول میفهمم که اینقدر علاقه زیاد به کچیری داره. من روز اول برش آماده میساختم خب، ولی من نفهمیدم لغت اگر وقت... تخم مرغ است که من داخل گوشت اضافه کنم. بله تخم مرغ هم اضافه میکنیم داخل کوفته، اکثرا به خاطر زیاد سایز است که وقتی که ما کوفته رو آماده میسازیم بعضی دوستان مثلا شکایت میکنن که اسپیش ما مشکنه یا میده میشه. خب بشه جان امیگه پستا یا به خاطر طعمش است؟ بله میگن مشکنه و کسایی که داخل آب به شکل اضافهش میکنن، یعنی داخل قورمه آرد نخود تخم باید باشه. آرد نخود تخم مرغ باید باشه. بازم تخم مرغ مگه تنها باشه میشه که خدا بسته بکنن. و یه گپ دیگه که شما همیشه تکرار میکنین که گوشت باید زیاد ما مخلوط بکنیم. بله هر چی که مخلوط شه به اون شکل خود بسته میکنه و گوشت هم سخت میشه. ولی اگر کمی که پیاز زیادتر باشه و بعد از تخم مرغ اضافه کنی خوبتر میاد، ولی اگر تخم مرغ اضافه کنی پیازش کمتر باشه خود سنگک میکنه، سخت میشه، شما نمیتونی با شکل خوب از این کوفته بسیار خوشمزه. پیازش که کم باشه گفتین خود سخت میکنه زیادتر. بله. اما اگر پیازش زیاد باشه باز پاش پاش میشه، میده میشه چطور؟ خب اگر تخم مرغ اضافه کنن پیاز نداشته باشه سخت میباشه، و اگر پیاز داشته باشه تخم مرغ نداشته باشه باز هم پاشان میشه. به خاطر یک عدد تخم مرغ همراه با دو عدد پیاز در 500 گرم کافی است. خب گوشت هم آماده شده و نوبت خب ماش نرم شدگی بود یا که سخت بود؟ ماش نرم می‌سازیم، ماش باید که نرم شدگی باشه. ماش هم اضافه می‌کنیم. بعد دوستای امروز بشیرا می‌خوایم دای کچری از ماش استفاده کنیم. تقریبا همیشه وقتی کچری آماده می‌سازیم از ماش استفاده می‌کنیم. پس کوشش بکنیم که از حبوبات هم در گروه غذایی خود استفاده کنیم. به خصوص او دوستای ما که می‌خواین پروتئین داشته باشن، پروتئین گیاهی، پس کوشش بکنن که ماش، لوبیا، نخود همیشه در گروه غذاییشان باشه روزانه، که دارای ویتامین‌های زیاد می‌باشه، از جمله تامین کننده پروتئین بدن می‌باشه. پس کوشش بکنیم که از حبوبات هم استفاده کنیم. به خصوص دوستای ما که خوش ندارن از گوشت زیاد استفاده کنن، پس کوشش بکنن که سماراق، لوبیا، نخود و هر حبوباتی که خوش داشتن استفاده کنن. بشیر جان اگر قوم دو سایز زود بینمی دیگ مسالا اضافه کرده میرن هیچ نمیگن بشیر جان. خب یک امری قمات اضافه کنیم در کچی مسالا. خب بر کسای وقت ندارن باید به می شکل اضافه کنن، کسای که وقت دارن میتونن که بسیار آیسته آیسته. من یکش فهمیدم که یکش پودر کاری بود، دیگش چی بود؟ یکش پودر کاری بود و یکش مسالا سبزی بود. خب مسئله شوله نیست در بازار؟ تا حال من ندیدیم، ولی اگر پیدا کنم اون رو باید خود افغانا جور کنم. مسئله شوله پیدا کردم میتونم، چون یک غذای افغانی است، هندو پاکستان فکر نکنم داشته باشه. باشه جان مسئله شوله؟ بله. مسئله برنج هم اگر بندازیم کافی است، اگر یک عدد چیکن کیوب هم بندازیم کافی است. میتونیم از یک چند مسئله ما خودم یک مسئله شوله آماده بسازیم. میتونیم که چیکن کیوب هم رو با مرچ سیاه و نمک یک جا مخلوط کنیم مسئله شوله. گفتی خود تمو چهار مسئله که مرچ سیاه و نمک از سایز بشیرون اضافه کردن و شمول پودر کاری که میتونیم پودر کاری رو در هر غذا، در هر غذایی که خوش داشتیم استفاده کنیم، البته غذای تند نه غذای شیرین. خب کار ما میگن که بشیر جان زیاد چیزا اضافه میکنن، میگن این یک مشت آرد نخود با آرد نخود هم اضافه کردیم، مرچ سیاه نمک من میخوام یک یکی برش بگویم. اگر ما یک اگر اسپیش خودمون من اینجا سایل دارم تشویش نکو. مرچ سیاه نمک تخم مرغ همراه با چیکن کیپ یک جا مخلوطش میکنی به شکل کمی
خمیر رو به شکل خمیر آمادهش می‌سازیم و گوشت هم همین لحظه خدا چسب خدا به خود گرفته. بخاطر ما ساعت 10 بجه گوشت آماده ساختم همراه با پیاز، کاملا گوشت اخته شده. همراه با پیاز کسته گوشت نرم می‌سازه. پیاز گوشت نرم می‌سازه، خوشمزه می‌سازیش. خب هم مصالحه رو اضافه کردیم، سیر تازه هم اضافه کردیم و کمه که به خاطر خوشبو ساختن زیادش سیر خشک هم اضافه میکنیم، یعنی پودر سیره و به شکل باز هم مخلوطه. و امروز کارم یکمه که زیاد است، ما باید که عجله کنم تا به خاطر که آخر برنامه باید که ما غذا آماده باشه. بله، بخصوص باز دوم که مهمان درا باشه. غذا آماده نباشه، مهمان هم شسته باشه، دستاش هم شستگی باشه. بخیر باشه جان، دوستای خود صابون دیتول زده یونس جان. خب خدا کنه که زودتر آماده شوه. و این از خاطر می غذای خاطر آماده می سیدی آینک پوشیده؟ آینک پوشیده؟ آه. میگم آینک ها رو سو کنه که خوبتر ببینه. سعی ببینه. نی آینک هاش که زربین دار است، میخواد دقیق ببینه. خان دقیق ببینه. چرا که اکثرا داخل می ماش و برنج که است، اگر اکثرا متوجه شده باشیم بعضی ریگ یا سنگ می باشه، بسیار خرد خرد. خب در یکان جای می باشه، ولی فکر نکنم داشت پس خانه ما باشه. ما آماده باشم. خب با اون فکر سابقه قدیمه هست، از خاطر تو فکر میکنه که شاید باشه. بخاطر اینکه یک دندان شما سنگ پرانده بوده. آه قصه که تمروی مکی یک روز تا کدام رستوران رفته بود. قابلی فرمایش داده بودن، داخل قابلی فکر میکنم سنگ برامده بود و باز. باز خوب است مطلع وقتی سنگ داخل غذاشون باشه تا آن دندان هم میتنه. راستی؟ من بیم چرا که دندانشون نو نو بالو میشه. هیچ در خانه نو نمیخورن. خب مواد کوفته هم آماده است. و به شکل کوفته که بسیار خرد آماده میسازیم داخل دیگ اضافهش میکنیم. ولی به شکل باید کاملا مخلوط شد تا چهار طرف گوشت خالیگان نداشته باشه. اگر خالیگان داشت کمی هموار بسازش دوباره خودش جور میکنم. آب برنج هم جوش آمده همراه با مرچ سیاه، نمک، مساله، کاری مساله و آب. باشید جون، از مساله شوله صحبت کردیم که در بازار نیست، یعنی تقریبا تمام مساله غذایی که استفاده میکنیم هسته میتونیم پیدا بکنیم، مثل مساله سبزی. اگر قرار باشه خودت نمیخواین تجربه زیاد داری، زیادتر وقت سر کارت با غذاها بوده، اگر از خودت بخواین که یک مساله شوله جور کنی، کدام سبزی ها رو میخوای گت کنی تا که یک مساله بسیار خوشمزه آمده بسازیم؟ خب مساله شوله اگر آمده بسازیم زیادتر مردم افغانستان. خب یک شما برات میگم باشه جان، قبل از اینکه خود بگو، یک سبزی بسیار خوشبوی است که با شوله اضافه میکنن، یک خود خوش داری، یعنی شبت. شبت. خب اگر من میخواستم برات بگم در لیستی که من میخواستم امیل اعظم بگم، اولیش شبت بود که داخل شوله اگر اضافه کنیم واقعا خوشمزه میشه. و در غذایی که امروز ما هم میخواستم آماده بسازم شبت باید اضافه میکنیم. متاسفانه پیدا کردن نتونستم شبت خوش فرق نمیکنه، به جایش نعنا خشک اضافه میکنیم. و مسئله که بیشتر جان گفت اگر ما آماده میساختم میتونستیم که شبت همراه با مرچ سیاه وطنی که کوبیده تیار آماده میباشد، که چرا که داخل از او چند و سبزی دیگه همراه با چهارمغز و بعضی مواد دیگه یک جا مخلوط میشه، میباشه خوشبوی خاص داره. همراه با مرچ خشک وطنی چیکن کیوب یک جا کاملا مخلوطش میکردم و یک کمه که پودر سیر هم روش مخلوط نکردم، یک مسئله شوله بسیار خوشمزه آمده میشه. یعنی کلان تجارت میشه میال جور کنین باشی جان؟ جور کنیم؟ بله، ما هم شریک تان هستم، بخطزیم این مفکوره برتان دادم. خب تماس داریم؟ بله بفرمایین. خب متاسفانه تماس نداریم، تماس ما قطع شد، بخطزی که منتظر بودن. یک چیز هم متوجه شدیم؟ چی؟ اما نفره که دستای خود دیتول زده بود تمیجه شیشته؟ من نمیفهم که بعد از چند روز باتی دوست ما را میبینم، تو در نظر من بسیار تو مقبول معلوم میشه یا نه؟ رفت کالای بابای خدا پوش به خاطر زیک مهمان برنامه ماسته. خب خیر از آخر خواهد داشتیم مهمان خوش استایل ما را برعکس شان فکر کنن دوستا. دوستان شما که میخواین در برنامه با ما با تماس شوین میتونین کمی لحظه تماس بگیرین، سوالاتی که دارین میتونین از بشیران پرسان کنین. من چون راجع به غذایی که امروز بشیران آماده میسازه اگه میتونین نظر خدا بگوین و شاید چیزی به شیران زیادتر آمده کرده باشه، اگر شما کدام نوآوری داشته باشین میتونین که با ما در جریان بگذارین. بعضی به شیران یک غذا را که جور میکنن از خود یک نوآوری میکنن. فرق نمیکنه در هر غذا، اگر هر شخص، هر انسانی که میخواد غذا آماده بسازه، هر مادری که میباشه، هر خواهری که میباشه، اگر از خود یک نوآوری نشان بدن واقعا غذای بسیار خوب و خوشمزه آماده میسازن. و هم نشان دهنده ای است که مو شوق علاقه شان است، گفته خودت که غذا آماده میسازن و هوششان به طرف مو غذا است، یعنی به کارهای خانه زیادتر است. بله، این نشان میده که واقعا یک خانم با استعداد است.
چی پسر باشه چی خانم باشه فرق نمیکنه، این استعدادشان نشون میده. ولی فکر زینه باشن همیش که چی برنامه تلویزیون میبینه چی از روی کتاب آمده میسازن، 100% همون مواد ما باید پیدا کنه. نه این در قانون آشپزی نیست، اگر رو پیدا نشد میتونیم از یک مواد دیگه استفاده کنیم. بله، و تقریبا بشیران شولش فکر کنم آماده شد، میخواین بخارش بتین؟ تقریبا آماده شد، همون گپ هست که میگن یک بندش هست، باید که آب اضافه کنیم، ما کمی آب سرد اضافه کنیم داخلش و باز هم به این شکل هر چهار طرف دیگه مخلوط میکنیم، قسمی که موادی که در قسمت پایین دیگه است باید که نشسته باشه. و این اولین غذا است که ما باید یک بار این امتحان کنیم، باید که نه شور باشه نه آدیگه باشیم از قسمی که در ابتدای برنامه برد گفتیم باید متوجه باشی، به خاطر زیکه خیر سر روز اگر نمکش زیاد می بود یا کمی بود ما خود تا امتحان می کردیم فرق نمی کنه، اما امروز میمان داریم متوجه باش. خب هر غذایی که آماده می‌سازیم اگر به این شکل امتحان کنیم 100% می‌فهمیم که چرا که غذایی که آماده می‌سازیم چرتشون خودمون می‌زنیم که کدام رقم مزه داشته باشه، به چه شکل مزه داشته باشه، تون باشه شیرین باشه به چه شکل مزه داشته باشه. ولی غذایی که امروز آماده می‌سازیم واقعا مزه بسیار خوب داره، ولی کمکی نمک باید داخلش اضافه کنیم. بله، به خاطر اینکه باز وقتی که آماده شد امکان نداره که خرما باشه، باز میتونیم که اضافه کنیم. دوستای عزیز تا این قسمت شما تماشا کردین که بشیر جان کدام کارا را انجام دادن تا که کیچری آماده بسازن همراه با کلولیگ کای خورد. شما که میخواین مواد لازم یادداشت بگیرین، این بخش با هم تماشا میکنیم، برمیگردیم با ما باشین. مواد لازم کیچری قروت: برنج 500 گرم، ماش 1 گلاس، روغن قدر ضرورت، خروط 250 گرام، پیاز 1 عدد، سیر 6 دندانه، رو به هدیه 4 قاشق غذاخوری، مرچ سیاه و نمک قدر ضرورت. با شما هستیم دوستا، خوش آمدین به ادامه برنامه. بشیر جان قسمی که شما تماشا کردین تا این قسمت کارهای خود انجام دادن و نایفم که دیگه که بسیار خرد ماندن داخل روغن اضافه میکنین. بشیر جان اتو نشده که مو کلولی در دیگ جای نشده باشه، میخواین دیگه جور کنین؟ نه بشیر جان دیگه جور نمیکنم، من خدر کافی هستم، من میخواه میمونم میمان دارم. امروز بشیر جان بسیار تیز شدی و بسیار بار خطا هستی. بشیر جان اگه به این شکل کار نکنم کارا میمانه، باید که من همه کارا رو آماده بسازم، چرا که یک کیچری بسیار خوشمزه دقدر وقت کم و آخه خیلی خوب، ما خود تر زیاده برام قسم میکنی، میشه که امروز هم یکم گپ بزنیم؟ امروز هم گپ میزنم. حالا چی میکنی بشیر جان؟ نوبت از این که قروت های بوتلی که هست داخل آب اضافه کنیم، کمی آب و به شکل مخلوطش میکنیم تا کاملا آماده شه. خب بعضی قروت هست که بشیر جان خود دیدی قروت وطنی میگن، او رو چی رقم جور کنیم؟ او رو در یک کاسه کلان داره، او رو به می شکل و یک شب پیش داخل آب گرم میندازن، قروت کمی نرم شد داخل. اما گفته بودی کار خود اینجان در برنامه انجام میدن، کوچی شد اول است اون دوستاش که میبینیم نمیتونه. چرا چی شده دوستاش زخمی است یا که زیاد نازک معلوم میشه؟ نازک معلوم میشه به خاطر که نازک است، نمیخوام که دوستای نازکش خراب شه، به خاطر من خواستم خودم زحمت داده دوش خیلی سک دوستکش دبل داشت میداده. یعنی دیگه دوستای زی سر یونوزان باید خوریت آماده بسازیم. خیر بار دیگه خویم دفعه که آماده ساختیم دیگه دفعه یاد گرفته خوش دخانه خواهد آماده کرد. گره چی میگن یک دیگه بخار خورترک نه بر خود گرفته شاید هم آماده بسازه. بله آماده خو میسازه، ولی جا من نمیفهم دیگ چرا بخار نمیگیره. آبم بم جوش بود، اگه دیگ باز خراب باشه دیگه مشکل من نیست. یک دفعه متوجه بشین، بخاطر زی گفتین امروز اولین بار از داخل دیگ شما کیچری پخته میکنین. میگن وقتی که دیگ نو میخریم باید داخل شیر بجوشانیم، بشیر نه موتور است یا نه؟ من کیچری میجوشانم. بسیار خوشبخت هستی دیگ. خب خروط هم آماده شد، ولی کمک باید مخلوط شد و یک کمک مرچ سیاه داخلش اضافه میکنیم. این یک خوشبوی خاص برش آماده میسازه و بعد از او داخل یک کاسه انداخته روغن بالاش اضافه میکنیم. اونا فکر کنم که کم کم تفتش برامد. خب دوستای زیستی این دیگه هم اینقدر ناز کرده ناز کرده بخار میگره، اونا بسته شد. فکر میکنم حالا نوبت بخار گرفتنش هست. بله این حالا کمی دور باشین از پیشش که گفتین نماز به خاطر نه خواست بشه جان، اگر خدا الله خواست اگر ویجار کنه چی جستاد باشیم چی هوجه باشیم هر دیشه یعنی من جه برم دیگه حالا کجا بریم دون در روزا مگر استاد باشی داخل ازی که چیر خورت هست او طرف چطور؟
خدا بخشه. روبرو بیخی باشی جان. همه گیره. به خاطری که از پارچه های آهن ازی کده کیچری می سوزنن. داغ می باشه. داخل ازی باشه. خب کیچری خواهسته است آماده میشه. یک بار ببینیم که کوفته به کجا رسید. ای آبش خوش کنه دیگه آب اضافه کنیم یا کنیم اما تو وقتی که آبش کم شد دیگه پخته شده نه خیلی جانمی آب کافی است برش سرپوش باز دوباره میمونیم آسته آسته آماده میشه خب خب بشو جان اگه امکار ما میگن که یک تماس داریم بله بفرمایین صدای ما رو میشنوین مرسل جان پشت خط هستن بله بفرمایین فکر کنم تماس جان قطع شد دوبار تماس گرفتن یک بار در وقفه بود که زیاد منتظر ماندن ادمان قطع شد و این دفعه هم کمک ما با شیران صحبت کردیم چرا با شیران چیگه پس؟ چیزی نیم خیر خیرت هست من چرا دایی زدم که یه از کجا بخار میره و بخار از یه کجا ما برای کجا تو فکر میکنم که بخی دیگه بخار با شیران اولین بار از شما جدا باشین دوم رو خود دیگه بخار ندیدیم بیشتر این رقم گپ نیست که دارم رو خود ندیم من امروز شوخی هم را با دوستم کردم که اونم دوستت نادیده است بخی نه نادیده خو نیست چرا که یه چی جای چیز نداره یک فیوز نداره و فیوزش کجاست ما گفتم هیچ فیوز نداره من گفتم باش خودت هم بترسون تو خودت نرم میگی حالا صداش نبرای نه اونم فیوزش هست این فیوزش هست حالا فهمیدی خب آهسته آهسته بخار میگیره. من خودم خودم تا فکر کنم نفهمیده باشین. نه من فهمیده بودم. تا که ده چیز نفهمیدی هیچ وقت غذا پخته نکنی. امروز باید دیگه پخته نمیکنیم خواهیم پخته شد دیگه. تجربه میشه کلش. خب از کوفته یک بار من موادش امتحان کنم ببینیم که امروز سایز بشو جان یک رقم مزه کرده میرده اگر روز که برشان میگفتیم و میگفتیم سایز هم نمک اضافه کردیم همه قدر بس هسته بخاطر امروز یک میمان خاص هست اگر یک کمی کمبوتی داشته باشه فکر میکنم دیم چند روزه که غیر حاضری کردی بخی مزه دانت رفته باشه بشو جان از او خاطر چشک میزنی غذاره والا بشو جان اگر راست پرسون کنی نیده چند روزی که ما نبودم شیرینی زیاد آوردن نخوردم غذا آوردن نخوردم مال میخوام که امرو بچه شکم کنم خب تسلای دل میشه طبعا خب اگر چه در وقفان بعضی وقتا که غذا آماده میکردی کم کم چشک میزدی و البته به خاطر گرسنگی خاطرم بود نه به خاطر تست کردن از اینکه آیا نمک داره یا نه نه با سارم امتحان کنیم یک بار نمک شب باید 100% یک بار امتحان کنیم ببینیم این از این روز به بعد دیگه بشیران که چیزی آماده ساخته بسو عزیز میگه که نمک امتحان کنیم پس کوشش بکنیم که امتحان کنیم بله خب دیگه بخار حرارت چه کم میکنیم و کوفته هم آهسته آهسته آماده میشه من جلی بسیار زیاد کردم من گفتم که نیم کلا نباشه ولی دیدیم که آهسته آهسته خود به خود آماده میشه ولی بهتر است که وقتی گوشت امرا با برنج و بعضی سبزیجات دیگه بخار میتیم به خاطر که برنج از باید یک اقلا بر 10-15 دقیقه دم خود بگیره تا لوابی که داخل دیگه است همرا برنج یک جو مخلوط شده و مزه که داخل برنج است کاملا مکس شده به خاطر یک چند دقیقه باید دم بگیره ولی امروز مهمان ما زیاد انتظاری کشیده دیگه ما نمیتونیم که بله به خاطر از اونم بشیرون ابتدا ماش انداخته بودن که نرم شده بود و شما هم که میخواستین کیچری آماده بسازین کوشش بکنین که از برنج کردن ماش زودتر نرم شه به خاطر از اینکه ماش سخت‌تر میمونه و برنج زودتر نرم میشه چقدر بشیرون پیش از برنج که داخل دیگه‌مون رو با ماش یکجا قطع بکنیم چند فیصد باید ماش نرم شدگی باشه ماش باید که 80% نرم شه به اندازه نرم شه که پوست نشه البته امروز وقتی که ما آماده ساختم یک کم زیادتر از پیش ماند کمه که یکان دانش خدا باز کرده بود توان به خاطر ازی که من خواستم که زودتر همراه با برنج یک جا آماده شده یعنی به خاطر حجله که کردم من باید که زیادتر نرمی ساختم ولی شما دوستایی که در خانه میخواستی آماده بسازی ماش از پیشتان زیاد نرمی نشه که دانش پوست خدا جدا کنه اگر پوست جدا شد همراه با شلیه جا مخلوط میشه خراب میشه مزه نمیده شد به خاطر باید که یعنی باید معلوم شه و قدر سخت نباشه که زیر دندان دندان آمده بسازه و او قدر نرمی نباشه که چه معلوم نشه باشه جان این اولین بار است که کیچری آماده میسازی یا کدام دفعه دیگه آماده کرده بودی خب یک دوباره دیگه آماده ساختیم داخل دیگه بخانه بدون دیگه بخار آماده یعنی بدون دیگه بخار خوب تر آماده میشه داخل دیگه بخار خوب تر آماده میشه ولی به خاطر دم دادن زبات تقریبا یک لایه نیم ساعت
داخل دیگ باشه. حرارت بسیار کم، لواب بسیار زیاد می داشته باشه. ولی داخل دیگ بخار ده فتن پختش میکنه، لواب می داشته باشه به اون اندازه نی. به خاطر دیگه نمیشد که ما داخل دیگ دم پختی آمده بسازم، به خاطر خواستم داخل دیگ بخار باشه. همون لحظه که داخل دیگ انداختی یک بخار بته، پس دوباره بینش کنیم آماده میشه. خب بشیران گفتید دوباره دیگ آماده ساختی قبل از اینکه امروز آماده بسازی. اولین باری که آماده ساخته بودی که چی رقم آماده شده بود؟ خوشمزه بود؟ راست شو بگویم خوشمزه بود، ولی بار اولی که آماده ساخته بودم کمکی سخت مانده بود از پیشون. بازوان پس از اون تکنیکای اونمون تاثیری بود که داخل دیگه بخار آماده نکده بودی فکر کنم؟ نه پیشت جان، سختی نبود که یعنی برنج سخت بوده باشه و یا ماش سخت بوده باشه. به شکل شعله اصلی و وطنی شده بود، ولی شعله کچیری وقتی آماده میسیدیم باید کمکی لبدار نرم باشه. طبعا او دفعه میمان داشتی که سر بزار آماده ساخته بود یا برزای خود؟ نه امروز من خودم شب کنم، خودم باید پخته کنم برای خود، ولی بسیار کم پخته کنم. این زک واسه که خواست خواست اگه خوب بود خراب بود خودت نشتان که دیگه کس خبر نشد سرد؟ نه خبر هم میشد تو دارم که پی نداشت به خاطر کمی نرم بود. تورم باز پیش آشپزار گپ کم نیست، وقتی که سخت شد میگه که وقت زیاد مانده بود بعد از اون نرم شده بود. طبعا اینه خود درست گفتین و اکثرا ما شنیدیم میگن که وقتی آشپز گذاشت یعنی کمی باشه جان خیرت است ما برم یا باشم اگر غذا از پیشن کمی مثلا طرف دیگه بره باز یک بهانه دارن خودشان. خب بهانه نیست، کمی یک طرف دیگه گرفت تو تجربه نو است که میخواد که با رفتن یک طرف دیگه تجربه نو حاصل کنه. راست میگین. و گفتای که آماده ساختیم آیسته آیسته آماده میشه و یک قورمه بسیار لواب بسیار خوب داره که همراه با این کچری خوشمزه واقعا شکل دیزاین خوبی رو برای خود میگیره. بعد بله. وقتی که کچری خب این سبزی چی هست که شما میخواین داخل از اضافه کنین؟ نه نه خشک است. میتونیم که از ریحان خشک و گشنیز خشک هم استفاده کنیم یعنی؟ فرق نمیکنه. هر سبزی که علاقه داشتن چی شبه، چی گشنیز، چی نعنا، چی ریحان فرق نداره. نظر به شاخ علاقه است کنم سبزی رو میخواین که استفاده کنن. بله اکثرا وقتی که میخواستیم شوله آماده بسازیم شبت خشک یا تازه باشه مزه شوله رو میکشن. خب اگر باشه بهتر است، اگر شبت تازه باشه میده بسازیم همراه با خودش شوله. وقتی که پیش از اینکه بخار بتیم اضافهش کنیم که همراه با شله جو بخار بگیره و دم بگیره بسیار مزه خاص خود می داشته باشه، ولی اگر نباشه میتونیم که برایش کمی پاش بتیم. بسیار خوب. خب دوستان عزیز تا این قسمت شما تماشا کردین که بشیر جان کدام کارا رو انجام دادن و بشیر جان من اینجا چوب میمانم دیگه مورا این دفعه متنکو. خب دوستان عزیز بخش نکته برنامه تماشا میکنیم، برمیگردیم با ما باشه. مایه های چرب آبی اسید های چرب ضروری امگاسی هستند که زنان را خوشخلق و خوب و از افسردگی آنها پیشگیری می کند. با ویژه قبل از شروع عادت ماهیانه و در زمان یسکی توصیه می کنیم هفته دو مرتبه ماهی میل کنید. با شما هستیم دوستان، خوش آمدین به ادامه برنامه. و شما خانمایی که سوال می داشته باشین، شما که خوش دارین هنر آشپزی را یاد بگیرین، میتونین دوستان تماس بگیرین، سوالاتی که دارین میتونین از بشیر جان بپرسین و غذایی که می خواین میتونین که بگوین، بشیر جان در لیست دور مدرازی که داره میتونه نافتش کنه. خب میگن بشیر جان در جریان وقفه کل گیر ترساندی؟ چرا؟ همراه با دیگه بخار؟ نه خب باید نترسن، دیگه بخار است وقتی بازش میکنیم بخاری که داخلش می باشه بیرون میشه دیگه. اما اگر بسیار جرب می لحظه بشیریم بیخی مجسم شد که یکی از همسایا بود و شیطان وقتی میخواست غذا پخته کنه، یعنی وقت دختر اونا سنفی ما بودن که باز میرفتیم یک جای مکتب، یک روز که ما منتظر اونا بودیم تا کس خانه برن یک جای بریم مکتب، میدیم که اونا دیگ پخته دارن، یعنی وقتی که روغن داخل دیگ میخواستن اضافه کنن یک چیغ بسیار محکم میزدن و یک متر دور میگرختن. اگه کسی هم رایشون رو جمید واقعا رو میترسید که چیگه هم شده باشه. خب یا فکر میکردم گاز انفجار کرد یا دیگه بخار. خب هم میترسیدن که وقتی روغن داخل برنج بندازیم یا داخل کچری یا داخل روی یک ظرفی که آب داشته باشه سر صدر خودم میداشته باشه. این لحظه پیشتر من هم روغن داخلم و داخل شکم یک آب ریخت، واقعا میترسان آدم. اگر نترسیم کم کار میداشتیم که شما زاره ترخ میشده از جگه سر روغن که چی خونه شما رو میترسن؟ خوب است که ترسو نیستم کارم. اگر خوب بعضی وقت از سشپلاق قضی هم میترسن، ولی خیر است. همه که گفتین امروز نه و میخواین دیگم تان کنین هر کس میبود میترسید. ولی رقم نگو بشتیزم که حالا میمان ما زیجنک روزه که
نه نه به خدا میمارم دوستای سر لحظه نزدیک شده میرم این طرف استودیو پیشتارم رو فرم چوخی کردم گفتم کم کم دیگه آخر برنامه میرسیم بله خونه خب آیسته آیسته نزدیک ازی میشه که باید که این قسمت بیای امروی ما و کچیری یک بار ببینه خب قسمت اول جوش بجا بود با سازی جای 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 به شکل آیسته آیسته مرحله به مرحله خدا نزدیک میسوزه عزیز تو نیست که دیوار بالا برن بازم تو کچیری رو خوردن وقتی کچیری رو خوردن بالا میره جوش دم بالا هست خب کوفته هم آیسته آیسته آماده میشه و به شکل باید که دیگه شروع بتیم تا کوفته که داخل دیگه انداختیم هر چهار طرفش به یک اندازه به یک سایز پخته شود اگر که یک طرفش خام مونه و یک طرفش پخته شود به شکل مزه‌دار نمیشه باید که و مو داخل کوفته وقتی که توتش میکنیم باید سرخ نباشه سرخ نمیشه ولی خام نباشه خام اگر باشه اونم سرخ که بود بشه باز خام میباشه ها کچیری برو سر شما فکر میکنم زیاد تاثیر کرده بخاطر زیاد تاثیر نکرده سر من چرا که من کوفته رو گوشت که وقتی داخل دیگ مندازیم یا داخل آب جوش میتیم خصوصا گوشت و کوفته رنگ خود تغییر میده کمه که رنگ خود سیاه رقم میسازه به خاطر سرخ نمیمانه و اگر داخل روغن یک بار اضافهش کنیم پیش روش کاملا خود جان کنه به اون شکل به خاطر که حرارت زود داخل کوفته نمیره داخلش سرخ میمانه ولی اگر داخل آب باشه جوش بتیمش به شکل زودتر فکر نکنم که داخلش خام بانه بازم باید گاز حرارتش نرمال بانیم تا کم کم میجوشه هم گوشت خوشبوی پیدا بکنه و در ضمن ازی پخته هم شود بله پخته هم شود خب گوشت و کوفته هم آماده میشه و یک کمه که بخار دیگه هم ضرورت داشت جیگ مانده میشتا کمه که دیگه هم بخار بگیره نه نزدیک بخار گرفتنش است و آهسته آهسته آماده میشه و ساس هم آماده ساختیم یعنی بشیر جان از دستی که غذاهای ایتالیایی آماده کردن غذای خارجی آماده کردن عالمی چی میگن خروت هم برشان ساس معلوم میشه ساس سفید چطور خب ساس گفتن میتونیم که یک خورمه آماده بسازیم اون نامش ساس بانیم یک خروت ساده بود همراهش کمک مرچ سیاه نمک اضافه کردیم یک خودش ساس, میشه ساس میشه بله فرق نمیکنه یا خروتی بگویم یا ساس ولی هی کاش کاش که امو خروت هم میآوردیم تا یونس جان پیش بجای ازی که بجات بیکار میشیش هم قروت برام آماده میشه آماده میشه دیگه نالا بازو قروت زیادتر مزه میته ولی بیشتر جان واقعا که مزه‌دار خوب بود ولی دارت مزه میته که دستا پاک باشه کمرای دستکش باشه و اگر که دستان باشه باشه دیگه باز مزه میشه شوری زیادتر میشه شوری میشه خب دوست عزیز آیسته آیسته همیشه آماده میشه و دیگه هم آیسته آیسته بخار گرفت گفته هم آماده شد و این قسمت خب اون بشقابر که میخواین تزیین بکنین بشیر نمول آماده بسازین و یک کاسه که بسیار خرد فکر کنم میگیرین او خرد است آمی درست است فکر کنم درست است و برای یک نفر تزیین میکنیم دیگه زیاد کلان بعد نباشه اون کلان کلان کست است ترکاری که داخلش میچینن نمول بکشین نمیگه نمیخورم خلاص صرف برای خودم میگه تزیین کو میخوام یک خرد برای شما آماده میسیم این میگه که با این خرد است دیگه نه خورد نیست خواهم مشوره میکنم من نمیفهم چی میگم رو بی بی بیشتر جم که مطلبش چیست تاک مسئله کنم مشورشان خلاص شد دیگه خود نفهمیدی خب به می اندازه برش آماده کنیم کافی است فکر میکنم که نان شاشت خورده زیاد نباید که امروز بشیر جان صبح خبر داشت که اینا مهمان ما هستن نان شاشت هم نوش جان نکدن منتظر همی بودن خب بیشتر جان گپ خودت هم در زمین نمیندازم خب دوستای عزیز باشی جان تا که میخواه بشقاب انتخاب کنه تا که کدامش ها میخواه تزین بکنه غذاره یک وقفه میگیریم و همچنان بخش نکته برنامه و بخش مواد لازم رو تماشا میکنیم برمیگردیم مهمان ما هم همیجاست مواد لازم کیچیری قروت برنج 500 گرام ماش 1 گلاس روغن قدر ضرورت قروت 250 گرام پیاز 1 عدد سیر 6 دندانه ربع هدیه 4 قاشق غذاخوری مرچ سیاه و نمک قدر ضرورت مایی های چرب آبی اسیدهای چرب ضروری امگاسی هستند که زنان را خوشخلق و خوب و از افسردگی آنها پیشگیری می کند. با ویژه قبل از شروع عادت ماهیانه و در زمان یئسکی توصیه می کنیم هفته دو مرتبه ماهی میل کنید. با شما هستم دوستا خوش آمدن به ادامه برنامه بشیر جان تو یک گال انداختن که من نمیتونم صحبت بکنم بشیر جان چی گپ هسته
یک بار خلاص شد. خو یونس جان خوش آمدی. ما باشی جان زمیال برنامه کتاری تو خود تکریم تاوالا زنده باشین. سلام دوستای عزیز، خوش هستم که با باشی جان و بشتا جان هستم در برنامه. اما قمیگم که لبا بیلن. اما قبل از اینکه خودت بگویم که غزل بر تمام است باشی جان، یونس جان یک سوال داشتم از پیشت. بخانتم دیگه بخار نداشتیم که چیلی آمدن میکردیم؟ دیگه بخار داشتیم. ای خواهی تو بود که کس که باید آمده همی ساختی که شهرها سرف نمیخواهیم جاب ظلم شد. یعنی خیر است که سر باشی جان زم کردیم؟ نه باشی جانم خود دیگه من پیشتر گفتم این لبا بیلا که آمده ساختم. در مولست که داره خود متوجه استی اکثرا تو نمو نشته کده بود امروز. البته نوبتش اگه میرسی و نمیرسی روز سوم ایت ما از پیش اگه خود باشه وعده گرفتیم در برنامه آخر که بشیر جان در برنامه آینده اینی که امروز روز شنبه است آماده میکنه با قسم اینه خوشبختانه که آماده ساختن. فکر کنم این ایدیش از برنامه خودت. طبعا اما ترس بشیر جان شاید که ایدی باشه. خب با امید ازی که چیزی که ما خواستیم اما تو باشه. خب میبینیم که دو بشقاب برای خود دیجا ماندن. البته یک بشقاب بسیار کلان است و یک بشقاب خورد. کدامش خودت انتخاب میکنی؟ بر ما بخاطر که ما و بشیر جان باید نوش جان کنیم باید اینمی بشقاب باشه خوب است. این بشقاب خوب است. باست پسانج دوانه میکنیم؟ بشیر جان برمشته خوب است بخاطر ازی که دوستای عزیز چندین بار پشت صحنه برنامه رو دیدن. میفهمن که کی چه قمه خوره. راست میگن اینا معلوم دار است. خب یونس جان بشیر جان خب گوشی نمی داشته باشه صدای خود نمیتن در برنامه بشنوه اکثرا خودت با ما می باشی. اینا لم گفتنی هایی که دست بالا می داشته باشی بشیر جان این طرف و طرف که میره خود آزار میده میشه کمی لحظه فرش بگویی. ما فکر کنم در برنامه گذاشته هم کمه در بودم یک بار دیگه با بشیر جان گفتم خواهش کردم ازشان که وقت برنامه شروع میشه فقط میگم که در شروع برنامه یا در شروع هر بخش فقط بر 10 ثانیه یا 20 ثانیه از جای شروع نخوب از بشیر جان است دیگه. از پشت سرنامه برای گناهش نیست من ملامت نمیکنم بخاطر کارش واقعا جنجالی است و باید ایسی وصول بدون. اتفاقا فکر کنم در دو سه روزی که بشیر جان آمده بود یکم کار دیگه ما بودم خودت فکر کنم تو برنامه نبودی. من خوشبختانه که نبودم. بشیر که نباشه من نمیخوام. اونا شما نمیتونید که دویدن هم شما را گیر کنین کامرا رو چی میکنین. صابر جان با ما بودن بی خیران مونده بودن که چی رقم اینا رو تعقیب بکنم بالاخره هم تو دمو چی میگن به حالت خود ماندن اونا. نه باز دای کارا صابر جان بود تصادفی بود که کل چیز از اینجا میگرفتن جایی که من استاد بودم. صابر تجربهش نام خدا بیشتر از ماست و به حساب رسانه تجربه خوبی داره. دایی که کسی از بشیر جان سرعتش زیادتر باشه بجز از اینکه صابر کنترلش کنه من نمیتونم. نه اونا بارات خود مانده بودن شما خاطر اینکه چیز بهشان گفتن نمیتونستن. شما خسته کردیم هم آیسا ایسا بشیر جان کاش که تغاره می بود قروت می سایدی خودت یا بیشتر می سایید. همین تصمیم یونس جان داشتیم که سر خودت بسایم جان. ولی خودت باز هم یک کاری من بگفتم نه باید کار خودت نکنی. من رفتم برات تیار آماده آوردم. بله اما مزهش زیادتر می بود. خب گرچه خب خیلی باشم چک کنم دلتان حالا می خواهید یا کدام پلاستیک همراه خدا آوردین؟ یونس جان کارش مانده یک لحظه فکر نکنم شوله را در پلاستیک هست برای یا تجربه شده را بیشتر باشی جان. بله نه یونس جان از خود بزرگ برنامه ماستی دایرکتر ماستی تجربه خود به ما باشی جان مانده تا پلاستیک میشه برده به خاطر داخل دشای پلاستیکی که مخصوص تنظیم است که خزارا باید انتقال بده میتونه. من منظور من بود بخی پلاستیک خیرم قصه صحیح بود که من چندین بار شنیده بودم وقت بشیر جان و بیشتر دوستای عزیز میرن در محفلای خوشی دوستای خودن باز اینا نان و تل نمیخورن که خودن پلاستیک میبرن در پلاستیک خانه میارن بازار را کشتر اونجا بسیار پیرو بار میباشه اشتها قدر نمیباشه وقتی خانه بیای پس گرست نمیشی اما خوب است کمرا با خود بیاری چی تو یک روز تجربه میکنیم ما میبینیم که چی رقم است. بشیر جان نظر به شب خلاف است اماده شد؟ نه خب روغنش که بشیر جان چی وقت بخیر نوش جان روغن داغ شد؟ برنامه فکر کنم کم وقتش مانده. آه برنامه بشیر جان روغنش باید باز بعد از برنامه بندازی. خب تا شما میخواین روغنش بندازین میخواین بر دوستا ایمرادس برنامه رو بگم که میتونن با ما با تماس باشن به ایمرادس آشپزی @gmail.com. دوستا عزیز نظراتتون انتقادات و پیشنهادایی که دارین میتونین به ما بفرستین. خب بشیر جان روغن میشه گاز زیاد بسازین؟ خب یک لحظه صبر خوبی شدیم فقط نیجه که بانمش مرچ سیاه داره مرچ سیاه اونو میجم یک مرچ سیاه هست که میتونی خودتان استفاده کنیم.
خب میتونیم تا رو شروع بدیم، میتونیم از این مکسی استفاده کنیم. بس هست؟ بله بس. یادگم کم روغن هم که زودتر شد. فکر کنم بعد از برنامه وقت خبر از برو خبر وقت بلا باشی جان خیرتم روغن های اخ بندازه برشان گلون درد میشه باز به خاطر که گلون درد نشه. من نفهمیدم که شما امروز جان قدر دوست صمیمی هستی. میشه نور گوشه استا چای نسوزی. فکر کنم یک چیز در کروت کم است، سیر است. سیر اضافه کردن؟ اضافه کردن؟ نه خیلی. داخل غذا استفاده کردم ولی داخل کروت اضافه نکردم به خاطر مزرعت از بشتجان می‌خوام. بله من می‌بینم سیر مایده‌اش داخل سیر نه سیر بشتجان دید که من داخل غذا استفاده کردم ولی داخل کروت ننداختم به خاطر آب و گرم است اگر زیاد سیر باشه گنگ میشه. کیچی راستی یونس جان نمونه ما میکنم آخر برنامه است باید نزدیکش بیایم. نزدیک خودتان نه میسایسته. تشکر یونس جان که شما اومدین. میشه دوست عزیز یونس جان مامای باشن در برنامه باشن شوخی داریم. بعضی وقتا شوخی میکنیم روزا در برنامه زیاد یادشان کردیم قسمی که شما از اول برنامه با ما بودین. وقت خوش خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ.